تعداد قربانیان حملات حماس به اسرائیل بیش از 1400 نفر رسید. تعداد قربانیان حمله غافل کننده حماس به اسرائیل در هفته اکتبر بیش از 1400 نفر رسید. نیروهای دفاعی اسرائیل روز یکشنبه به CNN گفتند که این تعداد شامل 1000 غیر نظامی از جمله 300 کودک می شود. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که تاکنون دست کم 2670 نفر نیز بر اثر حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. همزمان با بالا گرفتن احتمالات باز شدن جبهه جدید در شمال اسرائیل، ارتش این کشور در تدارک تخلیه 28 روستای هم مرز با لبنان است. به نوشته تایمز اسرائیل، نیروهای دفاعی وزارت دفاع اسرائیل در حال برنامه ریزی برای تخلیه غیر نظامیانی هستند که در شهرها تا شیوعی 2 کیلومتری مرز لبنان زندگی می کند. وزارت دفاع اسرائیل دلیل این اقدام را حملات موشکی حزب الله و گروه های فلسطینی در روزهای اخیر عنوان کرده است. این وزارتخانه اعلان کرده است که ساکنان این منطقه پس از تصویب این طرح توسط وزارت دفاع به مکان امن دولتی منتقل خواهد داد. اسرائیل آتش بست موقت را تکذیب کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه خبرهای منتشر شده مبنی بر موافقت اسرائیل با آتش بست موقت برای بازگشای گذرگاه رف و ورود کمک های بشر دوستانه را تکذیب کرد. تایمز اسرائیل اعلام کرده است که در بیانیه کوتاه از دفتر بنیامین نخست وزیر آمده است، در حال حاضر هیچ آتش بستی برای کمک های بشر دوستانه در نوار غزه و خروج اتباع خارجی وجود ندارد.